یه تعداد زیادی از کار برای آیفون همیشه از این موضوع شاکی هن که آقا چرا زنگ های آیفون انقدر کمه یا چرا هر آهنگی رو نمیشه به عنوان زنگ توی آیفون استفاده کرد اگر شما جزء این دوستان هستین من به شما حتما توصیه میکنم این قسمت خودآموز ما رو ببینین و وقتی که این قسمت تموم شد هر آهنگی رو که دوست داشتید یا هر صدایی رو میتونید به عنوان زنگ استفاده بکنید خب برای این کار اول شما باید بیاین توی آیتیونز پرفرنسز و این عنوان رینگتونز رو آن بکنید اگر آفه ما تو قسمت های دیگهی اون اگر شما ببینید این قسمت رینگتونز توی اینجا نیست و دیده نمیشه علتش اینه که توی پرفرنسز آن نیست و آف هست شما این رو آن بکنید نکته دیگهی که هست اینه که حتما فرمت صدایی که نیاز هست برای استفاده توی آیفون به عنوان زنگ باید AAC باشه به احتمال بسیار زیاد این ایمپورت سیتینگ شما که هر آهنگی رو تبدیل میکنه به یک فرمت پخش موسیقی مثل MP3 حالا یا امثال هم احتمال خیلی زیاد به صورت پیش روی MP3 یا شما گذاشتینش روی MP3 اینو حتما باید بذارین روی AAC خب پس دو تا نکته شدی اینجا توی قسمت پرفرنسز یکی اینی که شما رینگ تونز رو آن بکنید ایمپورت ای aac خب حالا چجوری میتونیم آهنگ مورد نظر خودمون رو اینجا انتخاب بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه رینگتون من افتتاحیه این آهنگ کلاکس کول پلی رو خیلی دوست دارم و احساس میکنم که خیلی قشنگه و به عنوان رینگتون گوشی میخوام ازش استفاده بکنم شما این خود این آهنگ رو انتخاب میکنین توی اپل کامند آی رو میزنید یا توی پی سی رایت کلیک و گیت اینفو البته توی مک هم میتونید گیت اینفو رو بزنید و خب شورتکات کامند آی فکر کنم خیلی راحت تر باشه میایین توی قسمت آپشنز و اینجا حتما زمان شروع و پایان زنگتون رو باید انتخاب بکنید و نباید از چهل ثانیه بیشتر باشه یعنی فقط آیفون میتونه چهل ثانیه زنگ رو قبول بکنه به عنوان یک آهنگ زنگ خب اینجا چون من استارتینگ تایم هم همون صفره بهش دست نمیزنم استاب تایم هم رو میکنم صفر چهل چهارصد نه البته چهل دو صفر دوباره اگه بخوام چکش بکنم میدم که بله دقیقا چهل ثانیه از محدودیت این آهنگ حالا شما باید بیاین روی این آهنگ رایت right کلیک Create AAC Version این Create AAC Version رو من میزنم برام یه در واقع آهنگی درست میکنه که فرمتش AAC و چهل ثانی از تایمش اینجا رو شما اگه ببینین چهل ثانی است. خب حالا من اینو درگ میکنم روی دستاپ هم و فرمت شما همونطور که اینجا میبینید M4A شما حتما باید این رو تبدیل بکنید به M4R اگه این آخرش A بمونه کار نخواهد کرد توی مک به شما یه اختار میده که مطمئنی میخوای بکنیش M4R من هم میگم بله اگه مطمئن نبودم که اصلا از اول این کار نمیکردم خب دو تا نکته دیگه اینجا وجود داره واقعا ببخشید بخشی مسیر داره یه ذره طولانی میشه ولی میتونین این کار رو انجام ندید اگه دوست داشتین من انجامش بدین الان اگه این آهنگ من پخش بکنم توی آیتی هم سر چل وای میسه چون محدودش کردم به چل اول میام اینو میگم می آقا این محدودیت رو به بین ببر میخوام کل این آهنگ گوش کنم دفعه بعد که گوش کردم و نکته دوم اینه که خود این آهنگ اصلی هم که ام 4 a رو شما باید پاک بکنید وگرنه آیتیونز نمیذاره این رینگتون بشه رایت کلیک میکنم روش و از این منو میام شو این فایندر احتمالا توی ویندوز شو این اکسپلورر یا حالا نمیدونم یه همچی چیزی بد باشه این ورژن رو پاک میکنید حتما این کار رو انجام بدید وگرنه کار نخواهد کرد الان میام اینجا اینم دیلیت میکنم و تقریبا دیگه تموم شده کار ما خود اینم ریموف میکنم چیز نیست ولی خب ریمووش هم بکنید که دیگه خیالتون راحت باشه الان شما اگر این آهنگ رو درگی بکنید روی لایبرریتون و ولش بکنید توی رینگ تونزتون اضافه میشه من یه وایت شدوز قبلی رو پاک میکنم چون پاک بودم از تو سیستمم حالا که دیگه اختارشم هم نبینیم حالا این کلاکسی که شما میبینید توی رینگ تونزتون هست اگر خواستید اضافه بشه به رینگتونز های گوشیتون بعد بیاین توی اینجا این عنوان سینک رینگ تونز رو بزنید و حالا استثناءن من آل رینگ تونز رو میزنم همیشه شما دیدیم من میزنم سلیکشن و این حرف ها ولی بله خب اینجا دیگه میگم آقا هر چی رینگ داشتم تو سینک کن این همه مسیر باید برم این همه کار باید انجام بدم خب حالا سینکشم بکن دیگه من سینک رو میزنم و حالا گوشی من آیفون من شروع میکنه به سینک شدن و انجام دادن انواع اقسام کارهای سینکرونایزیشن همونطور که شما می‌بینید، اینجا من رینگتون قبلی که اضافه کردم به گوشیم وایت شادوز بوده باز از کول پلی و خب یه مقدار قاعدتا اینجا طول میکشه تا این سینک ما انجام بشه ولی وقتی که تموم شد شما باید این رینگتونز رو ببخشید این رینگتون جدیدتون که کلاکس هست رو این پایین ببینید خب یک مقداری این زمان احتمالا طولانی خواهد بود ممکنه مثلا یه دو سه دقیقه طول بکشه البته نه فکر کنم زودتر انجام بشه شاید خب بله کپی شد و از اونجایی که من گفته بودم هرچی رینگتون اینجا هست رو سینک بکن الان چون اون وایت شدوز رو پاک کردم دیگه خودش میاد از اینجا هم پاکش میکنه الان شما اگه بیاید توی آیفونتون توی سیتینگ، توی قسمت ساوند توی قسمت رینگتونز قسمت بالا یک عنوانی به اسم کاستوم اضافه میشه دو تا قسمت میشه اینجا یکیش استاندارد یکیش کاستوم که توی قسمت کاستوم که قسمت بالای گوشی هست شما میتونید این آهنگ کلاکس رو داشته باشید و ازش استفاده بکنید میدونم الان دارین تو دلتون به من فوش میدین میگین که اینقدر کار کنم برای اینکه آهنگم رو تبدیل کنم ولی باور کنید یک دو بار که انجام بدین خیلی راحت میشه و خیلی خیلی سریع و ساده میتونید تمام آهنگایی که دوست داشتید تبدیل بکنید